بلیدزور ولفر، فرانک سرایک و مومیایی. سه تا از یتیم ترین موجودات بنتن که هیچ وقت توی انیمیشن آدم حساب نشدن. تا حدی که اگه روی همدیگه بخوای حساب کنی جمع بنتن 10 بار به این سه تا موجود تبدیل نشد. ولی چرا؟ خب اگه یکم دقت کنی میفهمی که این سه تا موجود همشون یه نقطه مشترک دارن. اونم اینه که همشون موجوداتی هستند که آمنیتریکس توی سری کلاسیک جذب کرده و جز موجودات دیفالت آمنیتریکس نبودن. خب این الان چه ربطی داشت؟ یا این تک تک براتون توضیح بدم. با بلیدزور ولفر شروع میکنی. بلیدزور ولفر کی بود؟ بلیدزور ولفر اولین موجودی بود که توی سری کلاسیک آمنیتریکس جذبش کرد و عملا به خاطر این موجود بود که ما فهمیدیم همچین قابلیتی توی آمنیتریکس وجود داره. ولی چرا اصلا بهش تبدیل نشد؟ خب ببین، عملا بنتن هیچ وقت دلش نخواسته این موجود داشته باشه و یه جوری به زور اومده توی آمنیتریکس. همون یه باری هم که توی سری کلاسیک بهش تبدیل شد، عملا خود به خود بهش تبدیل شد و اصلا واسش مهم نبودش که همچین موجودی داره. اینجوری نبودش که بگه ایول عجب موجود خفنی و جذب کردم و این داستان کلا دوستش نداشتین. آره خب بریم سراغ موجود بعدی، مومیایی. این موجود هم دقیقا مثل بلیدزور ولفر موجودی بودش که آمنیتریکس خود به خود جذبش کرد و عملا خود بنتن دلش نمیخواست که این موجود داشته باشه. خب الان شاید یه سوالی براتون پیش بیاد. توی سری اولتیمت الین هم بنتن موجودات زیادی رو جذب میکرد و عملا به اونا زیاد تبدیل میشد، ولی به موجوداتی که توی سری کلاسیک جذب میکرد زیاد تبدیل نمیشد. چرا؟ توی سری اولتیمت الین عملا بنتن خودش یه موجود رو اسکن میکرد و اونو جذب میکرد، ولی توی سری کلاسیک آمنیتریکس هر موجودی که دلش میخواست رو جذب کرد و خیلی وقتا بنتن اصلا اون موجود رو نمیخواست. از طرفی برای یه موجودی مثل مومیایی عملا یه جایگزین از قدیم وجود داشت، اونم وایت واین بود. وقتی که همش موجودی رو از قدیم داشت و توی کار کردن باش حرفه‌ای تر بود، طبیعی بود که نره سراغ موجود جدید دیگه، و اینجوری شد که بنتن بیخیال مومیایی شد. حالا میریم سراغ فرانک استرایک. خب فرانک استرایک آنچنان موجود یتیمی نبود و بنتن آف اسکرین زیاد به این موجود تبدیل میشد. از طرفی فرانک استرایک اولین موجود برقی بنتن بود و تا قبل از اینکه بنتن فیدبک رو آنلاک کنه همه کارهای برقکاریشو میداد به فرانک استرایک. ولی خب وقتی که فیدبک اومد، یعنی یه برقکار قوی تر اومد و عملا نیازی به فرانک استرایک نیست، و اینجوری شد که کم کم بنتن فرانک استرایک رو گذاشت کنار و این موجود هم فراموش شد. صدق الله العلی العظیم. ایده این ویدیو با ویدیوی قبلی و این بنده خدا داده و چنل نداره که بگم برین سابش کنیم، ولی در کل ایدهشو این داده. آره خب دیگه 109مین ویدیوی کانال شیر پلنگم همینجا تموم میشه. خب مرسی که این ویدیو رو دیدین. اگر ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنین. اگه جدیدم هستین حتما کانال رو سابسکرایب کنین که سریعتر 5000 تایی بشین. کامنت هم اگه دوست داشتین بذارین. بقیه سوشال مدیای منم توی دیسکریپشن، دوست داشتین میتونین اونجا منو دنبال کنین. و همین دیگه، شب بخیر.